تنها دو روز پس از رأی قاطع شورای حکام علیه رژیم اسلامی و هشدارهای مکرر نخست وزیر اسرائیل در مورد تغییر ماهیت حمله های اسرائیل به خود رژیم، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه از پرواز دو بمب‌افکن B-52 نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز خلیج فارس خبر داد. بر اساس این گزارش، جنگنده های F-16 اسرائیل این بمب‌افکن ها را در مسیر بازگشت در منطقه تحت پوشش سنتکام اسکورت کردند. ارتش اسرائیل نیز در حساب کاربری خود در توییتر با منتشر کردن تصویر این بمب‌افکن‌ها و جنگنده‌ها نوشت: جت‌های جنگنده اسرائیل بر فراز این کشور بمب‌افکن‌های آمریکایی را همراهی کردند. در این بیانیه تأکید شده است این پرواز در راستای همکاری نزدیک با سنتکام انجام شده است که در حفظ امنیت اسرائیل و خاورمیانه نقش مهمی ایفا می کند. این در حالی است که اسرائیل یک هفته پیش بزرگترین تمرین نظامی خود را برای حمله به تأسیسات نظامی و هسته رژیم ایران با نام عرابه‌های آتش و با استفاده از صدها جنگنده به پایان رساند. روزنامه جروزالیم پست روز گذشته در گزارشی نوشت: اسرائیل جنگنده های رادارگریز F-35 خود را به نحوی ارتقا داده که دیگر نیازی به هواپیماهای سوخت رسان برای رسیدن به اهداف هسته‌ای در دل ایران نخواهند داشت. پرواز بمب‌افکن‌های B-52 در آسمان خلیج فارس در سالهای اخیر بارها سابقه داشته است، از جمله در بهمن و اسفند 99. مقامات نظامی آمریکا اعزام و مستقر شدن این بمب‌افکن‌ها در منطقه را هشداری صریح به رژیم ایران توصیف کرده بودند. پرواز این بمب‌افکن‌های پیشرفته بر فراز خلیج فارس در حالی انجام شده است که وال استریت جورنال از تلاش آمریکا و متحدان منطقه‌ایش شامل عربستان سعودی و اسرائیل برای ایجاد سامانه دفاع هوایی و موشکی یک پارچه در منطقه خبر داده است. همزمان کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز قانون توقف پهپادهای ایران را به تصویب رسانده است، اقداماتی که هدف آن مقابله با اقدامات تحریک آمیز جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش در منطقه عنوان شده است. حدود دو هفته پیش یک فیلم سینمایی به نام تاپگان با بازی تام کروز اکران شد که در این فیلم بهترین خلبانان ایالات متحده به یک تأسیسات زیرزمینی در دل ایران حمله می کنند و آن را در یک عملیات مشکل منهدم می کنند.